نمیگم، خیالت راحت باشه. اصلا به هیچکی نمیگم. Why don't I speak? ریست شدی؟ آها، پس متوجه میشی؟ این قدیما تو این فیلم ها آدم فضایی ها همه فهم میکردن دروغکیه، ولی من مطمئن بودم واقعیه. عقرب، انسان. تو واقعا نصف عقربی نصف انسان؟ آبان خبر داره عقربی؟ زیاد حرف میزنی. اسم آبانو نیار. باش حرف نمیزن. فرشتن رو خوب میشناسی دیگه. آدمه واقعا. چطور؟ خیلی گولاخه. وحشیه. داگ دریده ایه. ترسناکه. من و فرشته فردا ازدواج میکنیم. پس کنار منم تکون نمیخوری. خیلی خانم خوبیه. مثل خودت هم باهوشه. یه چند باری هم بردمش قمار پشت دستم نشست. کارتا رو میخوند. عجیب غریبم درست میخوند. هیم تو حرف زدنش میگه شما آدم ها فلان، شما آدم ها بیزار. حالا واقعا عقربه یا انسان؟ هرچی کمتر بدونی به نفته. Yes. You are philosophy. پیش فرشته یا کسی دیگه ای حرفی نمیزنی. باشه؟ سر یه سر. ببین حالا واقعا میخوای باش ازدواج کنی؟ مبارک. مچه دستم رو شکوندی، خودم دارم میام. سلام. 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 این آقا اینجا چیکار میکنه بهداد؟ دوستمه. نگفتم کیه. گفتم اینجا چیکار میکنه. میخوام برم جایی قرار کمکم کنه. الان میریم. از کی تا حالا این شده دوستت؟ ببین آبجی، حالا ما هیچی نمیگیم، شما هم هی این میکنی. من ماکان تاج هستم. دوست فرزند شما. البته خیلی علاقه به دوستی با ایشون ندارم. ساعت شد چایی، بخور. هنوزم فکر میکنین پسرتون عاقله؟ تصمیم درست میگیره؟ پس بگیریم حرف درست. ولی چی میخوای باقدمون؟ اصلا دیگه نگر داشتن بده یه همچه آدمی؟ به نظرم بیشتر از اینکه عاقل باشه عیاشه. لاغل یکم به انتخاب گذشته خودت احترام میذاشتی. یه حرف میزنی تو؟ حرف که باده. حواس آقا محمود. مهم عمل آدم هست. که البته بهداد تو عملم کم نذاشته. ظاهرن قید آبانم زده. رفته سراغ فرشته. فرشته؟ فرشته کیه؟ فرشته دوست آبانه. البته واقعا اینا دیگه به من ربطی نداره. من فقط اومدم یه خواهشی ازتون بکنم. بهش بگید یکم صبر کنه. صبر کنه این بچه به دنیا بیاد. چند ماه بگذره. چند بار بغلش کنه. اگه بازم نخواستش اون وقت هر کاری دلش میخواد بکنه. صبر کنید آقا محمود. قبل از اینکه هر نصیحتی رو تو ذهنتون پرورش بدین باید بهتون بگم همینیه که هست. بی خود تلاش نکنید.
بابت چایتونم ممنون، ولی خب زیادی تلخه. البته ذات چای همینه، تلخ، مثل زندگی من. من میخواستم دیشب خودمو بکشم، خودم و بچم. نمیدونم چرا این کارو نکردم. شاید یه مهلت دیگه به خودم دادم. واسم لااقل شما اینو بدونی. خداحافظ. See you later. کارای بهداد داره منو دیوونه میکنه. اصلا سر در نمیارم چیکار داره میکنه. الان با این لباس و با این سرواز کجا رفت؟ به خدا منم نمیدونم ماما. باور کن. بعد این پسره کیه؟ دنبال خودش رو انداخته. هرچی از زیر سر این آبانه. دادمان کجاست؟ حالا کجا میخوای بری؟ دنبال فرشته. برش داریم بریم محضر. برو بهت میگم. همینجوری که نمیشه رفت. باید بریم ماشینو گل بزن. یعنی چی؟ یعنی چی نداره دیگه. خشک و خالی که نمیرن دنبال عروس. رسم و رسومات برای مهم نیست. برای تو مهم نیست، برای اونا مهمه. نکنه اونم عقرب اعتراف نکردی ها؟ ماکان. بله. ببند. تو هم خوشت اومده ها. ببند ببند. نمیبندم. میریم یه گل فروشی تیر گل میزنیم. تموم شد و رفت. بابا حرف یه عمر زندگیه، بحث یکی دو روز که نیست. اینجا زمینه، بگیری تا تهش رفتی. بحث طلاق هم که بیاد وسط، مهریه و مهریه کشی. بذار نصیحتی بهت بکنم، تجربه‌مو دارم در اختیارت میذارم ها. حالا که داری میگیری درست بگیر، خوشبختش کن. از گل نازکتر بهش نگو. تا یه ساعت دیگه اون رسمن زنته، عشقته، نفسته. حالا که عاشق شدی باید سنگ تموم بذاری. تو واسه فرشته بترکون، منم واسه ماکان. چیز آبان. خوبه؟ ماکان. بله. گفتم دهنتو ببند. میگم چه کاریه، اصلا نمیخواد ماشینو گل بزنه. والا جا برم عقب بشینم دیگه. تو هم ناسلامتی اگه بهت بر نمیخوره پیاده شو در رو براش باز کن. شعور فقط مال آدم هاست یا شما عقربام شعور دارین؟ تو آدم ها فقط توی یکی خفه شو. زشته، ولم کن بذار برم. بابا تو هم خرزوری، من نمیتونم کاری بکنم. خردو هم هستی، نمیتونم دردم. به 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 به، گفتم شاهد عقدتون هم باشم. انشالله به پای هم پیرش. به به، گراسیه سینیوریتا. خوشتیب شدیم. سلام. علیک سلام. تو چند سالته؟ 26. میدونی چه بلایی سر خانواده من اومده؟ نه متاسفانه. شاید هم نمیخوای بدونی. من به احترام شماست که الان اینجا. اگر حرفی دارین من سر و پا گوشم، اگر نه که رفع زحمت کنم. چی کار کنم که شرت از زندگی ما کم بشه؟ مامان، دلیلی برای مدل برخورد نمیبینم. پسرتون مال خودتون، من به کسی اجازه نمیدم این توهین کنه. پس به توافق رسید. دیگه نمیخوام ببینمت.
همینجاست. تو برو بالا کارا رو انجام بده، ما هم میاییم. باشه. طبقه دوم. چرا تو خودتی داداش؟ الو بهداد، یواش داری به خاکمون میدی بابا. نمیخوای بگیری خب نگیر، چرا منو میخوای بکشی بابا؟ یواش برو، ای توف به بخت و اقبالت ناکار. یواش بابا، بچه مریخ. هفتاد و پنج شد. 27-72. خفگیری داداش. طرف کیه؟ اگه فرشته است که دارین اشتباه میزنین دیگه. بنده خدا داشت با پای خودش میومد دیگه، چه کاری؟ منم که نیستم، منم تو داداشیم. نمیدونم، یه چیزی بگو دیگه. سب کن ببینم. یعنی این بابا از تمام ماجرای عقرب ها روی زمین خبر داره؟ از تمامش نه، ولی متاسفانه از کلیتش بله. هی بابا، من فکر میگردم تنها آدمی هم که از ماجرای مرموز شما روی زمین خبر دارم. تمام احساس تک بودنم ازم گرفتی. واسه متاسفم واقعا. نه شرمندتم، نمیتونم نگرش دارم. مثلا من مرد قانونم. ازتون خواهش نکردم، باید نگهش داری. آی آی، حواست باشه، من از تو دستور نمیگیرم. چه بخوای چه نخوای، پا تو مرموزکاری های ما گیره، پس بد قلق نباش. گفتم من از تو دستور نمیگیرم. چقدر میخوای آقای وکیل؟ خب ببینم، تو درخواست دیگه نداری؟ باید سیریوسو ببینم. اون که نمیشه. اون دفعه هم 1000 تا بامبول در آوردم تا تونستم وقت ملاقات برات بگیرم. خب فعلا 20 میلیون تومن علل حساب بده، ببینیم چی میشه. سلام، چطوری؟ سلام، خوبم. خیلی وقت اینجا نیومدی. مهمه مگه؟ چی شده؟ باز اتفاق جدیدی افتاده؟ مامانه بهداد هر چی دلش خواست بارم کرد. واقعا از خودم بدم میاد، نتونستم درست جوابشو بدم. حالا خیلی از خودت بدت نیاد، کار درستی کردی. به هر حال دوباره چشتون به چشم هم میفته. عمرن تا وقتی ایشون به خودت میافت. الان تو واقعاً؟ من بهش گفتم، ببخشید. وقتی جواب تلفنشو نمیدی همینه دیگه. فعلا.
مادر چی بهت گفت؟ مگه نگفتی با فرشته میخوای ازدواج کنی؟ چی شد پس؟ نگفتی مادر بهت چی گفت؟ هر چی گفته دیگه مهم نیست. مهم اینه که من و تو دیگه نباید هم دیگه رو ببینیم. بهتاد تو عاشق سپیده ای. امروز فرداست که دوباره همه چیز یادت بیفته و منم نخوای. گفتم دوستت دارم، غلط کردم، پا رو دلم میذارم. با اینکه خانواده چش دیدنم هم ندارن، ولی من نمیذارم از هم بپاشه. بعدم اصلا تو با چه روی پا شدی اومدی اینجا؟ ها؟ با اون حرفای دیروز تو، توجه احمقانه دیشبت، برای چی نمیری به مامانت بگی که فرشته رو میخوای؟ یا به خواهرت بگی چند رنگی، دائم رنگ عوض میکنی و چند شخصیتی؟ راستشو بخوای الان از پیش فرشته میام. رفته بودیم محضر عقد کنیم. متاسفم برات. صبر کن آبان، صبر کن. بهت میگم ولم کن بهتا، یه حقایقی هست که باید بشنوی. نمیخوام چیزی بشنوم. بشنو بعد برو. بسته دیگه، نمیخوام. آبان صبر کن. تو یه آدم روانی، واقعا روانی. باشه من روانیم، بشنو بعد برو. نمیخوام، ولم کن. آبان یادت گفتی چرا همش میگی آدم ها؟ مگه خودت آدم نیستی؟ یادت گفتی دلم میخواد برم یه جای دور؟ گفتم یه سیاره دیگه؟ یادت گفتی تو تیر خوردی؟ پس چرا الان سالمی؟ گفتی همه میگن مردی، مرگ مغزی شدی، پس چرا زنده ای؟ وقتی به اوش اومدی گفتی انگار سوالها خواب بودم. یادت گفتی یه خواب عجیب و غریب دیدی با موجودات عجیب و غریب؟ اون خواب نبود، واقعیت بود. من از یه صور فلکی میام به نام قلب العقرب، یه سیاره که اسمش عقرب و تقریبا نابود شده. تنها بازمانده هاشم توی سفینه نزدیک کره زمین دارن زندگی میکنن. من داشتم مأموریتمو انجام میدادم تا اینکه غرض انسانی بر من غالب شد و از مسیر مأموریتم منحرف شد. من بهداد آزادی نیستم. من یه عقرب مهاجرم که توسط دستگاه علمی و پیشرفته جای بهداد آزادی مرده داره زندگی میکنه. همون علمی که سلولای آسیب دیده مغز تو رو بازیابی کرد و چشای پوران و بینا. من الان روحم عقربه، کالبدم انسان. اسم واقعیم پولاریسه، پولاریسی که بدون تو هیچی نیست. من یه عقربم، یه عقرب عاشق. تقلای بی خود نکن. اومدم چسب از دهنت بردارم بهت آب بدم بخوری. شلوغ پلوغ نکن، شلوغ بکنی آب بیاب. ملتفتی که؟ خیلی خوب. God bless old man. بیا این دست و بال مارم باز کن. قول میدم هیچکی نفهمه. این بهداد دیوونه است. شما از قرار عقرب نیستی. ما زمین نیا. حرفمو بهتر چی ریختی تو؟
آخرین باری باشه که از دست غریبه آب میخوری. شرمنده شدم جوون. من باید برم، کار دارم، ولی زود برمیگردم. بای بای. ببین آبان، متاسفانه دوست شما فرشته مرده. در واقع آکسیون اونو کشته، هویتش رو دزدیده و ظاهرش رو اسکن کرده. چی داری میگی بهتاد؟ من که دارم کم کم ازت میترسم. این حرف رو چیه میزنی؟ به این فرصت بده برسیم باور میکنیم. اونم چه بحرانی؟ افشای هویت عقرب‌ها. درک میکنی چی میگم؟ میتونیم داخل سفینه رو ببینیم. تکنولوژی پیشرفته‌ای داره ولی فعلا نمیتونه پرواز کنه. خب حالا باید چیکار کنیم؟ من دیگه نمیتونم از قاضی برای بهداد وقت ملاقات بگیرم. دیگه ملاقات نمیخواد. کی وقت دادگاه دارم؟ فردا. فردا ده صبح. الان برای اینکه من آدم نیستم گریه میکنی؟ برای اینکه فرشته مرده؟ مطمئنی؟ چی شده؟ من دیگه چجوری میتونم تشخیص بدم واقعا کی آدمه کی آدم نیست؟
میفهمم فقط. فقط چی بهداد؟ ازت توقع ندارم درکم کنی. فقط خودتو یه لحظه جای من بذار. میتونستم از روز اول همه چیزو بهت بگم؟ اکسیونه فرشته؟ به منم خیلی زنگ زد ولی جوابشو ندادم. یه لحظه سب بگو. تو احمقی؟ بعدش تو نه آدمی نه عقرب، تو یه موجود بیلیاقتی که هیچی برات مهم نیست. من هرچی هستم دلم نمیخواد تو مادر کسی باشی که از من به وجود میاد. خب تو مثل این که راهتو جدی جدی انتخاب کردی. همه چیو نابود میکنم پولاریس، همه چیو. نکنه یادت رفته با کی طرفی؟ من آکسیونم، همونی که یه سیاره رو نابود کرد. حرف دیگه نداری؟ مطمئن باش آبانم دیگه نمیبینی. آبانم دیگه برام مهم نیست. مطمئنی؟ خیلی زیاد. دیگه هیچ کس و هیچ چیز برام مهم نیست. نه عقربا، نه زمینی ها و نه حتی آبان. الان تنها چیزی که برام مهمه نابودی توه. باشه، میبینمت. یعنی فرشته نبود؟ متاسفم، ولی بهت قول میدم تاوان تمام کارهایی که کرده رو پس بده. داره به من زنگ میزنه. جواب بده. گوش کن، منو ندیدی، ازم متنفری، تهرانم نیستی، فردا برمیگردی. بهداد. خواهش میکنم صبر کن، باید بریم جایی که صدای فضامون مشترک نباشه. آروم باش و اعتمادش رو جلب کن. گوشی رو هم بذار و اسپیکر. چه عجب آبان خانم، حتما با موضوع مهمی باشه که این همه زنگ زدی. نه، فقط نگرانت بودم، میخواستم حالتو بپرسم. از این بهتر نمیشه. از من دلخوری؟ دیگه مهم نیست. از بهداد چطور؟ اونم همینطور. ترجیح میدم به آرامش خودم فکر کنم. خوبه، فکر کردن خوبه. الان کجایی؟ شمال. تنهایی؟ آره. چه خوب، پس منم میام پیشت. ولی من میخوام تنها باشم. کی برمیگردی؟ فردا. خیلی خوب، هر وقت رسیدی به من خبر بده. یه موضوع مهمی هست، باید از نزدیک ببینمت. رسیدم خبرت میکنم. آبان، از بهداد خبر داری؟ نه، بلاکش کردم. خیلی خوب، منتظرتم. میخواد منو بکشه؟ شاید. نره سراغ مامانم یا نیکا. نه ترسم، چه خطایی نمی کنه. میدونه تو برای من مهمی. فعلا صبر میکنه تا فردا تو رو ببینه. ولی خونه نباید بری. یعنی چی؟ یعنی به من اعتماد کن. سلام. یعنی چی؟ پس تو کجا بودی؟ باشه، خداحافظ. چی شده؟ ایشون کی باشن؟ آبان. آبان، آبان خوبه. پاییزه، من پاییزی ها رو خیلی دوست دارم. فقط بفرمایید آدم یا عقرب؟ آدمه، ولی از همه چیز خبر داره. آها، چه عالی چه عالی. من پیشنهاد میکنم فردا تو اخبار زنده برای همه مردم تعریف کنید اینجا چه خبره. خیال همه رو راحت کنید. چی شده؟ آقا بنده وارد دفتر کارم شدم،
دیدم پسرک دیوانه تناب و پاره کرده و فرار کرده. بنده فقط نیم ساعت تو محاسباتم برای بیهوشی ایشون اشتباه کردم. اونم تقصیر من نیست، تقصیر ترافیک پایتخته. برحال جناب بهداد خان، این مصیبتیه که شما تو دومن من گذاشتید. باید کارتو درست انجام میدادی. آقا یادآوری میکنم، بنده نه از شما دستور میگیرم نه حقوق. خب البته حقوق گرفتم. خب به هر حال اتفاقی که افتاده، ما امشب اینجا میمونیم. جناب؟ گفتم اینجا میمونیم. آرزو میکنم هر چه زودتر از شر شما عقرب ها خلاص بشم. آقا کلی فردا کار داریم. خیلی خوب، برید استراحت کنید. نخیر نخیر، بندم اینجا میخوابم. من و شما تو اتاق، این دختر خانومم روی مبل. اینجا خیلی سارم خونه امن منه، حتی خانوادم هم از وجودم چه خونه خبر نداره. البته الان با حضور شماها ناامن‌ترین خونه دنیاست. خب اینجا کسی شما رو پیدا نمی کنه، خیالتون راحت باشه. فقط خواهشم به فکر چاره باشین، هر چه زودتر از اینجا برین، چون اصلا خوش ندارم وقتی پلیس گیرتون میندازه اینجا باشید. بابت همه چیز ممنون. ببین اوضاع چقدر بده که سیریوس مغرور افتاده به تشکر کرد. برای تشویق شماست. عجب، بیشتر این درد سرها به خاطر توه. الان باید چیکار کنیم؟ باید قلب سفینه رو پیدا کنیم. پس باید آکسیون رو پیدا کرد. آکسیون نیاز به پیدا کردن نداره، خودش دنبال ماست. دقیقا. اگه بفهمه تو بیرونی غیب میشه. قرار نیست بفهمه. باشه پاشو برو لباس رو عوض کن، نگاهت که میکنم یاد زندان میافتن. فرشته است. آکسیون. همون. جواب نده. جواب بده. چی کار کنم؟ جواب بده، باش قرار بذار. الو. اینجا کافه نیست، چای ظرفا هم نیست. بابا سلطان نکشیمون، بابا خانت کنیم. خودیه 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 جوجلاریم جوجوجوجوجوجوجلاریم جو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 
بهبه بهبه چه بهت میاد؟ اگه گیرشم بیاریم قلبو به ما تحویل نمیده. بذار اول پیداش کنیم بعد به مشکلات دیگه فکر میکنیم. میگم حالا که اون میخواد منو بود. عجله نکن، صبر کن. آبان رو تومه میکنیم، اما قبل از اینکه بلیده بشه شکارچی تو تور ما میافته. نه ترس، برای عشقت اتفاق نمیافته. تومه منم، اون با منم سر قرار میاد. اشتباه نکن پولاریس، اون زرنگ تر از این حرف هست. همین الان شام احساس خطر کرده که بابا وسط پارک قرار گذاشته، میخواد مطمئن بشه که از تو خبری نیست. ما این کار آبانو به خطر انداختیم. ذات ماموریت ما روی زمین خطره، اینو ای با خودت تکرار کن. اتفاقا به خاطر همین دوست ندارم آبان قاطی این ماجرا بشه. بهداد، من خیلی وقت قاطی این ماجرا شدم، بذار گیرش بندازیم، میترسم به بقیه آسیب بزنه. قوی ترین ترکیب کهکشانمو تلفیق عشق و عقل. جواب من هنوز منفیه. تمومش کن پولاریس. بهداد، خواهش میکنم. من نمیخوام به تو آسیبی برسه. خیلی خوب، بس دیگه رفقا، اعلام کفایت مذاکرات میکنم. اینجا رئیس سیدیوسه، بندم به عنوان میزبان شما اعلام میکنم حرف آخر رو عقربچی میزنه. تمام. اوضاع عادی نیست رفیقه، لطفا در این مورد آدم نباشه و بگو چشم. نوش تازهش خوبه، یعنی چی؟ یعنی از خرید به مفصل بعد ما کبابش میکنیم تازه تابه، این دوم بمیم بهداد، باز چی شده؟ اون ماده خطرناکی که ازش صحبت میکردی این بود؟ چطور پیداش کردی؟ کسرا پیدا کرد. از کجا؟ از تو آزمایشگاه. و الان با یه انسان عقرب شده طرفیم. عجب. پس از عمل کردش با خبر بودی؟ من فقط ساخته بودمش، آزمایشش نکرده بودم. تو حق نداشتی همچین محلولی تولید کنی. کس را حق نداشته بره تو آزمایشگاه برش داره. یعنی این ماده واقعا آدمو رو تبدیل به عقرب میکنه؟ خوشبختانه اینطور که میگن نتیجه بخش بوده. ای بابا، پس من شانس آوردم این همه سال کنار تو زندگی کردم آدم موندم. بهداد، چی میگه این آقای عقربچی؟ سیریوس خانم جان، سیریوس. بله. عمل کرده چطوریه؟ این رایحه به مشام هر کسی بخوره عقرب میشه. از کار خودتو کردی؟ بله خوشبختانه. متاسفانه. آقا جون، جون عزیزت، این ماده کوفتی رو از این خونه ببر بیرون، کار دستمون میدیا. عقرب یا از این عقربایی که شما هستین؟ خب معلومه دختر جون، از همین عقربایی که اینا هستن. خب مگه شما چه شکلین واقعا؟ کسرا کجاست؟ وحشت کرده دنبال دوا درمونه. بگو بیاد اینجا. چی رو بیاد اینجا؟ مگه اینجا کاروانسراست؟ بابا اینجا خونه امن منه، چرا متوجه نیستی؟ نزا بیاد اینجا. پاد زهرشو داری؟ عقرب شدن زهر نیست که پاد زهر داشته باشه رفیق. داری یا نه؟ بگو بیاد.